ارائه هست به نام اقتصاد نرم افزار آزاد که توسط جناب آقای کیبورد آزاد جادی ارائه میشه. تشویقشون بکنم. جادی هستم، خیلی لطف کردین استقبال بی شاعبه کرد. ممنونم ازتون، خیلی حالا لطف داری، من در خوره عادت ندارم به چیز، خیلی استقبال جدی دارم، باید چیکار کنم؟ امیدوارم که سوتی توش نباشه، چون که پرزنتیشن ها رو همین داشتم درست میکردم سر نهار و در واقع یه خورده عقب افتادم از برنامه. خلاصه امیدوارم که خوب پیش بریم. حرفمون همینطوری که دوستان گفتن در مورد حالا اقتصاد نرم افزار آزاد، یا اینه که خب پول کجاست. در واقع مؤسسه دوست اصفهانی داشتیم، این ضرب مسئله خیلی مهمه ما یاد دادن که هنوز هم هر روز میریم شرکت اولین سوال اینه که پول کجاست. خیلی هم تلاش میکنیم بهش برسیم. یکی از اصطلاحات خیلی مشهوری که هست اینه که پول زیر شکم پلنگه. در واقع شما اگه میخواین پول رو در بیارین خیلی کار خطرناکیه. اینجوری نیست که پول یه جایی باشه شما بریم ورش داریم. هیچ شکلی از ایده که به شما گفتن یه جایی پول هست بیا بریم با هم ورداریم، در واقع همون مدل پینوکیوه. غیر ممکنه تقریبا یه جایی پول باشه به دست من و شما بهش برسه که همچین جایی هستیم. اونایی که در واقع تخصصشون در آوردن پوله تو این سالن معمولا نیستن. این نکته اوله که باید خیلی حواستون بهش باشه. اصطلاح دوم ای، یکی از اسلایدار اینجا گم کردم، مهم نیستش. این برمیگرده به اسلاید بعدی. اصطلاح دوم این بود که پول زیر پای خرسه. این دوتاشو هر دوتاشو استفاده میکنن، یا تو دهن خرسه. خرس به نظرم اصطلاح بهتریه، چون وقتی میگم پول زیر پای پلنگه، زیر شکم پلنگه، من و شما میدونیم که خطرناکه، نباید بریم. ولی وقتی میگن زیر پای خرسه، حالا من یک خرس داشتم، نمیدونم تو اسلایدهای بعدی رو میتونم یه چیز قاطی اشتباهی گذاشته باشمش اونجا. خیلی حیوان ساده تر و قرص و محکم تر و معقول تریه و وایساده من شما رو نگاه میکنه. به نظر خیلی خطرناک نمیاد. پول در واقع اونجوریه. اشتباه اصلی ما هم اینه که فکر میکنیم که یه ایده باحالی دارم که اینو بنویسم همه میان پول میدن به من. در واقع آدما پولشون رو دوست دارن، به خصوص اونایی که پول واقعا دارن. میدونن که با سختی به دست آوردن، تقریبا هیچ وقت نمیان بدن دست من و شما. متاسفانه. در نتیجه نکته اصلی که این عکس رو گذاشتم اینجا اینه که هفته بعد من دعوت شدم به تور کویر. احمقانه ترین سوالم، دو تا از اینا دارم ما. آره چیز دیگه ای ندارین؟ اوکی. هفته بعد من دعوت شدم به تور کویر و در واقع احمقانه ترین سوالی که میتونم بپرسم اینه که پول کجاست؟ چقدر درآمد داره این کار برام؟ دنیای نرم افزار آزادم واقعیتش اینه که همینه. اگر اومدین اینجا دنبال نرم افزار آزاد، سوال اینکه خب پول از کجا در بیارم معقوله. چون به هر حال تو جامعه‌ای هستیم که بدون پول میمیریم احتمالاً. حداقل به سختی زنده میمونیم تا آخر عمرمون، ولی کوتاهه. بدون پول کامل. ولی ایده اینی که حالا چه جوری تو این کار پولدار بشم سوال اشتباهیه. در واقع ما نیومدیم اینجا پولدار بشیم. خیلی متاسفم، اگر جمع شدین همزمان چند تا سمینار خوبم داره برگزار میشه، کارگاه وایر شارک هست. اگه میخواین هکر بشین پیشنهاد میکنم از الان برین اونجا. در واقع تو اون ممکنه پول بیشتری باشه. من اینجا هیچ جوابی برای اینکه چه جوری پولدار بشیم ندارم. در واقع میخوام توضیح بدم که چه جوری اینجا پولدار نمیشین ولی زنده میمونین. در واقع تلاشمون برای زنده موندن، ما همین که زنده بمونیم به اندازه کافی پول دریاریم به نظرمون کافیه. وقتی به شما میگم بیاین بریم کویر، هیچ وقت نمیپرسین خب چقدر درآمد داره. میگین ای ول چقدر بهمون خوش میگذره. وقتی هم میگیم بیاین دنیای نرم افزار آزاد، نمیپرسین چقدر درآمد داره. اگه بپرسین اوکی پول از کجا در میارم، جوابای خوبی داریم. بگین کسی تو این راه پولدار شده، نمونه‌های خوبی داریم، آدما پولدار شدن توش. آیا شرکت هم میتونه فری سافت ور کار کنه؟ نمونه‌های بسیار بسیار خوبی داریم تو ایران و جهان که شرکت‌ها فری سافت ور کار کردن و شرکت‌های بزرگ و پولدار و خوبیان. خیلی موفق‌تر از شرکت‌هایین که فری نبودن. از اون ور شما میتونید 200 تا مثال بزنید. همین سواله که وقتی میگیم
اگه سیگار بکشین سرطان میگیرین میمیرین، میتونید اشاره کنین به اون داییتون که 30 سال سیگار میکشیده هنوزم نمرده. اگه بحث این که مثال بزنیم، خب هر کیو سری مثال داره. اگه قرار استدلال کنیم، من اینجا سعی میکنم بهتون بگم چه جوری میشه با نرم افزار آزاد زنده موند. بهتون نمیتونم بگم چه جوری میتونید با نرم افزار آزاد پولدار بشین. یه روش خوب برای اینکه اون ترسمون بریزه، بیشتر نگرانی من از این ترس است که اوکی میگی فری سافتور کار کن، میگی نرم افزار تو آزاد منتشر کن، پس من چیکار کنم؟ خطرناک نباشه، نمیرم، گشنه نمونم، بدبخت نشم، فقیر نمونم. همیشه میگم برگردین عقب و نگاه کنیم ببینین چه اتفاقاتی تو گذشته افتاده. استدلال خیلی خوبی هم هستش. میگم شما استدلال های پسینی انجام بدین. اگه میخوایم ببینیم فلان مدل حکومت کار میکنه یا نه، برای اقتصاد خوبه یا نه، میتونه انسان ها رو فلان عقیده خوشحال کنه یا نه، خب برگردین نگاه کنین ببینین خوشحال کرده یا نه. یه دقیقه عقبتون رو تو آینه عقب نگاه کنین ببینین چیکار کرده. اگر میگیم مثلا چه میدونم نرم افزار آزاد، خب من از گشنگی میمیرم، یه دقیقه برگردین عقب ببینین خب یه سری آدم هستن که دارن کار میکنن نمردن. اگه به شما گفتن که لینوکس امتره یا ویندوز، گفتین ولمون کن بی خیال شو این بحثو، یارو گفت نه 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 ببین من یه جدول دارم که نشون میده در سال گذشته تعداد حفره های امنیتی لینوکس بیشتر از ویندوز بوده، پس لینوکس غیر امتره، بهش بگین آقا یه دقیقه برگرد عقبتو نگاه کن، یه سری شرکت مخابراتی هستن، بانک های جهان هستن، شرکت های سکیوریتی جهان هستن، هواپیمایی ها هستن، وزارت های اطلاعات هستن، همشون لینوکس دارن، ناسا هستش، خب پس منطقا امتره. حالا نمیخواد من بیام ثابت کنم کجاش امتره. اینم یه مدل استدلاله. در واقع خیالتون راحت کنم که اگه فری سافتور کار کنین از گشنگی نمیمیرین، حداقل چون من دارم کار میکنم و حداقل من زنده ام، مثل اون داییتون که 30 سال سیگار کشیده بود، حداقل یه نمونه دارین. نمونه هاش هم زیاده، در واقع میتونیم برگردیم خیلی ها رو نگاه کنیم. یه نکته مهم اینه که پول در آوردن تا یه حدی مستقل از اینه. داشتیم میمدیم با دوستان داشتیم همین بحث رو میکردیم. پول در آوردن مستقل از اینه که شما چی بلدین. همون که اول گفتم، اگه به یکی اگر یکی اومد به شما گفتش که این کارو بکن پول دار میشی، مطمئنن داره خالی میبنده، چون منطقا خودشون کارو میکرد به شما هم نمیگفت. اگرم آدم خوبی بود اومده بود به شما میگفت، خب به همه میگفت، همه با هم پولدار میشدن، همه هم با هم نمیتونن پولدار شن، تعداد پولا محدوده. بچه‌ای که بیت کوین کار میکنن آشنان. هر شکلی از ایده این که اگه این کارو بکنی موفق میشی غیر واقعیه. من خیلی ایمیل میگیرم سیستم ادمین بشم بهتره یا دیولپر بشم. من خب یه سری آدم دیولپر میشن، یه سری آدم سیستم ادمین میشن. اگه همشون دیولپر باشن هیچکی نمیتونه برنامه‌شو رو ران کنه، اگه همه سیستم ادمین بشن هیچی نیست که ران کنن. آدما خطای مختلفی رو میرن. توی پولم اینجوریه، شما مرغدار بشین ممکنه بسیار 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 پولدار بشین، یعنی خیلی شغل پردرآمدی مرغداری، خیلی خیلی هم ممکنه ورشکست بشین، بدبخت بشین. یه هنرپیشه خیلی مشهوری خانومی رو من اخیرا ملاقات کردم در یک جایی که از زندگی‌های فلاکتبارش فهمیدم که خب خیلی هنرپیشه مشهوریه ولی حتی از خونه‌اش نمیتونه بیاد بیرون، مثلا بره چند قدم پیاده روی، چون که بهش گیر میدن و یکی بهش سلام علیک میکنه در بهترین حالت، اون یکی بهش متلکی ممکنه بگه و یکی بگه ازش عکس بگیره، یکی بگه سلفی بگیریم، زندگیش مختل میشه. برای من عجیب بود که هنرپیشه‌ای در لول مثلا شما هم خب یه خونه معمولی داره. میگفت آره، در واقع یکی از دوستان برای من تعریف کرد، من اینو خالی بستم خودم دیدم گفتم کلاس داره. ولی ایده اینه. و ممکنه یه هنرپیشه دیگه خیلی مشهور بشه، فوتبالیست ممکنه خیلی پولدار باشه، ممکنه ببخشید خیلی پولدار بشه، فوتبالیست ممکنه خیلی پولدار بشه ممکنه نشه، برنامه نویس ممکنه خیلی پولدار بشه ممکنه نشه، مرغدار ممکنه خیلی پولدار بشه ممکنه نشه. این موضوع اصلا با هم همبستگی ندارن. یه سری آدما هستن که خوب پولدار میشن، بذاریشون تو هر جایی، حالا خوب یا بد، به یه شیوهی پولدار میشن یا شانس میارن توی فضا زمان خوبی. من و شما نمیتونیم در این مورد حرف بزنیم که یه چیزی یاد بگیرم پس پولدار میشم، یه مهارت مستقیم منو پولدار میکنه. بهترین برنامه نویس ایران شاید مثلا، حالا عددو علکی میگم، ولی مثلا متوسط شاید مثلا 7 تومن 8 تومن حقوق بگیره در ماه. بدترین برنامه نویس ایران تو این اتاق خودمون مثلا ممکنه 2 تومن بر حقوق بگیره. حالا اگه ازش کمتر میگیرین به نظرم درخواست اضافه حقوق بدین حداقل، که مثال منو خراب نکنین. 3 برابرشه. من خودم کم کار میکنم برای اینکه ایدم اینه که با شکلی که من دارم کار میکنم 100 برابرم کار کنم، خب 2 برابر حقوق میگیرم، 3 برابر حقوق میگیرم، چه کاریه؟ همین بسه. در این مورد هم ماجرا همینه. شما نمیتونید بگید من با بالا بردن مهارت هام پولدار میشم، من با یاد گرفتن فری سافت ور پولدار میشم. آدما از شکل های مختلفی پولدار میشن که ربطی به فری سافت ور نداره، در واقع ربطی نداره، از نظر آماری میگم، همبستگی با هم نشون نمیدن که این چون فری سافت ور بوده پولدار شده، اون چون نبوده پولدار شده. بعضیاشون پولدار میشن، بعضیاشون نمیشن.
همه این حرفا رو دارم میزنم با این ایده که اصلا پول موضوع مرتبطی به فری سافتور نیست. شما نمیتونید بگید من با فری سافتور پولدار خواهم شد یا نخواهم شد. شما ممکنه بشین، ممکنه نشین با این چیز. همبستگی ریاضی با هم نشون نمیدن. و خب گفتم به عقب نگاه کنین، یه تیکش هم مایکروسافته که این روزا همیشه به مثال ما تبدیل شده. وقتی برمیگردین عقب، شرکت‌های بزرگی هستن که پولدار شدن. توی نگرانی‌های شما این هست که اگر من فری سافت‌ور کار کنم، اگر سورسم رو فری منتشر کنم، از کجا بیارم پول بخورم؟ حالا یا با پول یه چیزی بخرم که بتونم اونو بخورم. یه همچین چیزی. آمار بامزه‌ای هست از درصد برنامه‌نویس‌هایی که برنامه‌شون رو می‌فروشن و زندگیشون میگذره. حتی برنامه نویس هایی که محصول کارشون رو میفروشن و زندگیشون میگذره. خیلی جالبه که این درصد بسیار پایینه. حالا از 5% حرف میزنن. الان که اپ ها اومدن و اینا مثلا میگن 8%، 9%، آمار دقیق هم هیچکی نداره. تصور ما از برنامه نویسی اشتباهه. برنامه نویسی اینجوری نیست که شما یه زبون رو بلدین، یه چیزی مینویسین، یکی میاد اون چیزی که شما نوشتین رو میخره، شما زندگیتون میگذره. بالای 80% مطمئنن برنامه نویس ها برنامه هایی می نویسن که تو بازار فروش نمیره. در واقع توی مغازه نمیتونین بخرینش، تو اپ استور نیستش، توی سایت نمیتونین دانلود کنین براش لایسنس پول بدین. میگن، البته این آمار خیلی خیلی مورد اختلافه، ولی تعداد زیادی از برنامه نویس های دنیا اتفاقا کسایی هن که برنامه هایی می نویسن که هیچ وقت کدشون رو هیچ کس نمیبینه. اینجا فکر کنم افراد خیلی زیادی، حالا این سالن یه خورده جوونین، ولی بازم حس میزنم افراد خیلی زیادی باشن از این تیپ آدما. کدی که من برای بانک آینده مینویسم، از یه برنامه فری استفاده میکنم، یه کد برای بانک آینده مینویسم، هیچ وقت این کد رو نه کسی میخره نه هیچی. در واقع اتفاقی که میفته اینه که من دارم به خاطر برنامه نویس بودن حقوق میگیرم، هیچ ربطی به فری سافتور اصلا نداره. یعنی من برنامه‌م رو نه میفروشم نه به رایگان به کسی میدم. یکی دیگه هست که با برنامه من یه بیزنس داره. اکثر برنامه‌نویسا تو لول برنامه نویس در واقع حقوق بگیرن. و من و شما به این فکر کنیم که اصطلاح خیلی خوبی هست که میگه ما در کجای جهان ایستاده ایم. وقتی دارین یه چیزی میگین اینه که اوکی من کجا وایسادم دارم اینو میگم، تو چه پوزیشنی ام که دارم این حرفو میزنم. مثال فیلترینگ مثال خوبیه. از من میپرسن که یعنی شما میگی من مخالف فیلترینگم، یعنی اینکه تو میگی اگر این بود اون بود اون بود اونم باید بذاریم انتشار پیدا کنه. من بهش میگم اوکی من وایسادم یه جایی که همه چیز فیلتره. خب من اصلا در اون مورد حرف نمیزنم، من فعلا اینجا که من وایسادم میگم فیلترینگ خیلی بده، وارد اون بحث نمیشم که اون جزئیات باید حتما فیلتر بشه یا نشه. تو برنامه نویسی هم همینه. آیا ما الان داریم یه سری برنامه مینویسیم میفروشیم به آدما و من اومدم بهتون میگم نه نه اینو نفروشینا، از یارو پول نگیرینا، اینو بذارین تو گیت هاب. در واقع تقریبا هیچکدوم ما تو همچین پوزیشنی نیستیم اصلا. اون پنیک اولیه که میکنیم در مقابل فری سافت ور، البته در واقع این اکثر شما فکر کنم با این مفاهیم آشنا این تقریبا، در واقع اون پنیک رو خوشبختانه میدونم نداشته باشین، ولی اون پنیک اولیه که میکنیم در مقابل فری سافت ور اصلا خیلی معنادار نیست. الان ما در جایی نایستادیم که داریم از فروش برنامه‌مون پول‌های آنچنانی در میاریم، بعد یکی میاد بهمون میگه که اینو دیگه پول نگیر، بذار تو گیت هاب هر کی خواست خودش دانلود کنه. در واقع ما اصلا تازه میخوایم بریم توی بازار کاری شروع کنیم پول گرفتن، یا اینکه اصلا کلا توی شرکتی صبح میریم تا شب برنامه مینویسیم، سیستم ادمینستر هستیم یا هر چیزی و براش حقوق میگیریم. اصلا مفهوم فروش نرم افزار مطرح نیست. من دارم برنامه نویسیم رو از سرویس میدم به یکی دیگه و حقوق میگیرم. و خب وقتی که از پروگرامینگ لایف استایل حرف میزنیم، اکثر ما تصورمون از برنامه نویس هم خیلی دقیق نیستش. یعنی این رو خیلی حواستون باشه، اکثر ما میریم تو شرکت هایی که مدیرش اصلا نمیدونه فری سافت ور چیه، مهمه، خوبه، بده یا چیه. اگه بهش بگین اینو بذار تو گیت هاب میگه خب بذار. من یه دوستی داشتم یه پروژه‌ای کار کرده بود، نیرو نظامیشو نام نمیبرم ولی نیرو نظامی یکی از نیروهای نظامی ایرانه، یه برنامه بعد حضور غیاب نوشته بود مثلا، بعد در دوران سربازیش، بعد چند وقت بعد اسم خودشو سرچ کردی تو اینترنت هست و تو گیت هاب پروژش با اسم یه سری کامیت دیگه، بعد ایمیل زد به یارو که این چیه گذاشتی، این مال مثلا نیروی نظامی فلانه و ما اصلا علاقه من نیستیم که اسممون تو این باشه تو اینجا. و بعد یارو گفت من نمیدونم، من به مدیرم گفتم میخوای اینو فری سافت ور کنیم، گفت آره بکنیم. بعد من گوشتمش تو گیت هاب، یارو میگه حداقل اسم من ازش حذف کن میذاری تو گیت هاب. یعنی خیلی این نوت پوزیشن هم هست. من پروگرامینگ لایف استایلم اوکی، تو خونم دارم برنامه مینویسم، امیدوارم که این برنامه رو بفروشم، اکثرا هم یک دو سال این کارو میکنم بعد میرم سر یه شغل واقعی. ولی حالا واقعا اون شغل هم شغله، همونجوری که نفیس حرف میزد در واقع اون دنیای چیز هستش کاملا.
در واقع داریم میریم به اون سمت که اتفاقا تو خونه هامون کار کنیم، برنامه‌مون رو مستقیم بفروشیم، اپ استور اینا به اینا کمک میکنن. ولی واقعیت هم اینه که در واقع شما میتونید تو اون پروگرامینگ لایف استایلتون بیاین بیرون، به مدیرتون این فشار رو بیارین که این برنامه باید آزاد باشه. دانشگاه های ما که دیگه واقعا مسخره ترینن، یعنی اینکه دانشگاه شریف داره در واقع با پول من میچرخه، من دارم مالیات میدم، دانشگاه شریف علم تولید میکنه، علم بعد مال من باشه. یعنی خیلی از برنامه‌های فری سافت‌ور دنیا دلیلی که تولید میشن و دلیلی که تو دانشگاه ها میان، از دانشگاه ها میان بیرونه که اوکی چون با مالیات مردم تولید شده پس باید به شکل فری به مردم برگردونده بشه. ایده این که این برنامه مال منه خیلی ایده عجیبیه. اونجاها میتونیم دائما فشار بیاریم که برنامه‌های ما رو فری کنن. و شرایط ایران ما هم که دیگه یه خورده گفتم، خیلی گفتنه این، چون ایرانو خالی گذاشته بودم خیلی کم بود عکس میافتاد روش، مجبور شدم اسم طولانی تر بنویسم، گفتم همین اصطلاح مشهور رو بنویسم. ولی شرایط ما رو میدونید در واقع، یه فشار حالا چون اینو خیلی به من ایمیل زدن که اینو حتما بگو، اینو حتما بگو، میگم که باید هی با کارفرما هم حرف زد. درک اینی که فری سافت ور برنامه مفتکی نیست، درک اینی که اگر من فری سافت ور کار میکنم معنیش نیست که باید مجانی کار کنم. فری هیچ ربطی به مجانی نداره، به آزادی ربط داره، میتونم بفروشمش. و از اون طرفم در واقع تصور اینی که توی ایران جا افتاده که من فری سافت ور رو میتونم، چون هیچ ساز و کار حقوقی این شرکت ها ندارن، مشهورترین پلتفرم های مثلا الان ما برنامه هایی که یکی فری سافت ور رو برداشته بسته به اسم خودش داره میفروشه، از حالا مثلا کلاینت های تلگرام گرفته تا برنامه های ساخت سایت و غیره و غیره. پول کجاست که فهرست استاندارده، ساپورت، تبلیغات، داکیومنتیشن و غیره، لیستو براتون آوردم. به شکل واقعی هم تو اینا پول هست. به شما گفتم افراد بسیار کمی هستن که به خاطر فروش برنامه تو بازار زندگیشون بگذره. اکثر آدما دارن از رو سرویس ها زندگیشون میگذره. حتی الان تو گیم هم این اتفاق افتاد دیگه. بزرگترین برنامه‌ای که توی اپ استور دارن فروش میرن رایگانه. شما توی اون پول در میارین. یعنی مثلا من چه میدونم پوکیمون گو درست میکنم، پوکیمون گو رو رایگان به همه میدم، ولی اگه خواستم من توپ پوکیمون اضافی بگیره ازش پول میگیرم. من نمیدونم خروس جنگی رو به همه رایگان میدم، رایگانه، حالا مثال زدم چون من بازی نمیکنم، ان شاءالله که رایگانه، رایگان به همه میدم. ولی اگر طرف خواست مثلا نمیدونم دم خروس طلایی بخره ازش پول میدم، من چون بازی نکردم، ولی حتما اینکه باید همین ساز و کاری داشته باشه منطقا. در واقع تعمیر کردن نرم افزار یکی از جاهای خیلی واقعی پوله. من هنوزم به عنوان برنامه‌نویس پرل پول در میارم، چون تو ایرانش که پرل کار نمیکنه، هر کی مشکل پرل داره به من ایمیل میزنه که میتونی اینو واسه ما حل کنی، منم میگم این. حالا من که هیچی، من یه دایی دارم اون فورترن کار میکنه و هنوز پروژه فورترن برمیخوره، برای اینکه یه سری جاها فورترن دارم و هیچ کی فورترن کار نمیکنه. فیکس کردن برنامه یه درآمد خیلی خوبه، اجرا کردن برنامه، فقط دونستن برنامه به تنهایی درآمده. یعنی لینوکس خب همینه، من لینوکس رو هیچ کاری نمیکنم دیگه، نه مینویسم، نه توسعه میدم، نه نصب میکنم، نه هیچی، فقط چون لینوکس رو بلدم کامنداش رو که به من پول میده. مثالای مشهورش چیزایی مثل استریسکه، یه برنامه خیلی مشهوره مثلا پب ایکسه که باهاش میتونید تلفن سویچینگ و از این کارا انجام بدین، شما فقط وقتی بلدین استفادهش کنین ازش پول در میارین. پروژه های ملی فعلیمون شیلنگ و نمیدونم بقیه سرچ انجینا، شیلنگ بود اسمش دیگه، سرچ انجین ملی شیلنگ بود، واقعا ریبرندش کردم هم چی شد. ولی به هر حال یوز هر چی هست، به هر حال هر کدومش یه پروژه مستقل ملیه. خب همشون چی هست؟ حالا پشتشون اگه میدادم من را بندازم یه دونه الاستیک سرچ میذاشتم، اینا رو ایندکس میکردم میریختم تو الاستیک سرچ. بلد بودن استفاده از اون برنامه به طرف یه قدرتی داده که خب میتونه اینو استفاده کنه، هیچ نیازی به کار پیچیده تری نداره. سرویس های فاست دادن به بقیه، استالمند یکی از درآمدهاش نوشتن، در واقع پورت کردن کمپایلری که نوشته است به سخت افزارهای جدید. یه سخت افزاری یه شرکتی ساخته که نیاز داره روش کمپایلر سی باشه، به استالمن میگه که اینو برای من پورت کن روی سخت افزار من. و خب بخش خیلی خیلی بزرگیشون کمپانیز ویل پی یو، کمپانی‌ها به شما حقوق میدن که رو برنامه‌های فاسشون کار کنین. در واقع تو خبرها داشتیم که ماه قبل مایکروسافت بزرگترین کانتریبیوت ها رو داشت، یعنی بیشترین کانتریبیوت به پروژه توی گیت هاب، نه گوگل بود، نه فیسبوک بود، نه سیستم های کلاودی بودن، مایکروسافت بود. بیشترین آدمی که پروژه در واقع کد دونیت میکرد، کد کامیت میکرد به گیت هاب، کسایی بودن که رو پروژه های مایکروسافت کار میکردن. در واقع شرکت ها دارن پول میدن. فهرست بزرگترین کامیت های لینوکس رو ببینین که به کرنل برنامه اضافه دارن میکنن هر دفعه،
تقریبا همه اولیاشون شرکت‌های خیلی بزرگن. مایکروسافت جزوشونه، سیسکو جزوشونه، گوگل جزوشونه. به یه نفر حقوق میدن که فری سافت‌ور بنویسه. همونه. شما هیچ وقت حقوق نمیگیرین، تقریبا هیچ وقت حقوق نمیگیرین به خاطر برنامه‌ای که مستقیم تو بازار می‌فروشین. شما حقوق می‌گیرین به خاطر سرویسایی که میدین. حالا بازم یه خورده این رو دقیق‌تر می‌بینیم. کارهای کوچکتری هم هست، مثل پلاگین نوشتن، تم نوشتن و اینا. و دو تا نکته خیلی بزرگ، ان جی او ها و گورنمنت ها که بازم ما تو ایران نداریمش درست حسابی. تلاششو هی دارن میکنن ولی خب چیزی در نمیاد، همزادش خیلی واسه ما حداقل خوره عجیب ازش بیرون میاد. ولی مثلا اتحادیه اروپا میگه که اوکی، افراد حق دارن به داکیومنت هاشون دسترسی داشته باشن، پس باید لیبر آفیس استفاده کنیم. چون من میخوام داکیومنت حقوقیم رو بخونم، نباید مجبور باشم آفیس نصب کنم، آفیس مایکروسافت. پس من نیاز به برنامه به اسم لیبر آفیس دارم، پس از پول مالیات دهنده ها من یه مقداری پول میدم به بنیاد فلان که لیبر آفیس رو پیش ببره. یکی دیگه میگه من جامعه بهتری میخوام بسازم، به خصوص بعد از 11 سپتامبر اینا خیلی ایده ها زیاد شد که اگه ما میخوایم این اتفاقات نیفته باید آدم ها آگاه تر باشن، پس من نیاز به وب سرور دارم، پس انقدر از مالیات رو میتونم کمک کنم تحت لوای یک ان جی او به هر کسی که وب سرور مثلا آپاچی رو داره توسعه میده. هی این ایده ها بیشتر میشه، میتونم از اینجا سهم بردارم. ایده اصلی استالمن هم همین بود، ایدهش این بود که یه روز خوبی میاد ان شاء الله، حتی اگه ما نبینیمش که شاید نیاد، ولی ایده اصلیش این بود که یه موقعی میاد که من میگم که من دارم یه برنامه مینویسم که برای همه مفیده، پس یه کمی از پول مالیات رو بدیم به من. عملا به شیوه NGO ها میبینیم این داره میاد. الان هم هستش، مثلا خیلی پروژه مختلفی هست که شما میتونید درخواست بدین که من دارم فلان چیز رو مینویسم، یه پولی به من کمک کنید. بنیاد آپاچی یه بخشی از مالیات شهروندار رو میگیره و ایدهش اینه که من این رو کمک میکنم به پروژه هایی که به نظرم برای شهروندا خوبه. به جای اینکه همه پولو بدیم به دولت، دولت خودش براتون کارهای خوب بکنه، میگه خب بسازم من کار خوب میکنم، پولو بده سهم اونا انجام بدن دیگه. این ایده ها هم هستش و دولت هایی که میرن پشتش. و دوباره تو چیزهای کوچیک تبلیغات هم شده هستن که خیلی 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 بیشتر شدن. اتفاقا ما اول همیشه بهش میخندیدیم ولی الان جاهای بسیار بسیار بزرگی زندگیشون با تبلیغات میگذره. آقای تام پرستون ورنر یکی واسه من یه مقاله خیلی خوب فرستاد، ما نمیشناسیمش، کسیه که گیت هاب، در واقع گیت لب رو نوشته، سایت گیت هاب رو دارن. یه مقاله خیلی بامزه‌ای داره که توش توضیح میده. من تبلیغات شخصی بکنم تو jadi.net سایت هم میذارم مقاله شو، این دوستمون فرستاده، توضیح میده که من چی شد که فری سافت ورش کردم. ایدهشون که ما داشتیم همینجوری برنامه‌های گیت مینوشتیم، گیت اومده بود، ما داشتیم روش چیزایی مینوشتیم که بتونه از گیت تحت وب استفاده کنه و یه جایی دیدیم که خب ما اگه می‌خوایم مشهور شیم، بزرگ شیم، باید بقیه هم بهمون کمک کنن. بعد از کلی فکر برنامه‌مون رو فری اعلام کردیم و خب ازش در نهایت گیت لبز در اومد، گیت هاب در اومد، کلی چیز میز. حالا ممکنه یه لحظه اشتباه بگم اینا رو با هم، ولی این پروژه ها هستش در اومد و ما یهوی اختلاف عجیبی گرفتیم با رقبامون. این همین اتفاقی که داره توی مایکروسافت و بقیه هم میفته. یعنی خیلی عجیبه مایکروسافت دات نت رو آزاد میکنه یا ویندوز رو تقریبا فری اعلام میکنه. ویندوز 10 رو هر کسی میتونه مجانی آپگرید کنه به ویندوز 10، دیگه نفروشتش. از اونور گوگل میاد یه چیز عجیبی مثل تنسور فلو که یکی از ایده های خیلی بزرگ پشت هوش مصنوعی گوگل رو آزاد اعلام میکنه. ایدهش اینه که شما بیاین روش همکاری کنین. وقتی میگه شما بیاین روش همکاری کنین یعنی که من حاضرم براش پول خرج کنم. اگر شما توش خوب باشین مطمئنن، همین دوست قبلیمون تام میگفتش ما دیگه تو شرکت عملا چیز نداریم، چیزی تحت عنوان مصاحبه استخدامی ما نداریم. مسخره است که بیاد من ازش سوال بپرسم که خب چی بلدی، اون بگه من اینو بلدم، بگم چیکار کردی. گفت ما میریم کامیتای پروژه هامون رو نگاه میکنیم، هر کس تو پروژه من کامیتای خوبی انجام داده تو شرکت من از نظر تکنیکال میتونه استخدام بشه. حالا ماکسیمم اینه که باهاش چند بار گپ میزنیم ببینیم آدم با شعور و فهیم و معقولی هم هست برای شرکت ما یا آدم زایعیه. درسته شما منطقا اگر میخواین یه شغل خیلی خوب پیدا کنین واقعا فرصت مهاجرت خیلی خوبیه. منم هم چرا ما همش میریم دنبال تحصیل، تحصیل خیلی کار سختیه. توی پروژه خوب اگر من کامیت خوب داشته باشم مطمئنا اونجا میگن بیا با ما کار کن، هیچ پیچیدگی نداره، خیلی هم خوشحال میشن به شرطی که شخصیت خوبی هم داشته باشیم. و در نهایت باید بگم که ما همه این حرفا رو میزنیم که بگیم توی نرم افزار آزاد پول نیست، معنیش اصلا مستقله. مثل اینکه دقیقاً بگم توی خوشگذرونی پول هست یا نه، ممکنه که با خوشگذرونی پول در بیاره، ممکنه که در نیاره. بگم کویر رفتن توش پول هست یا نه، ما دعوت میکنیم به نرم افزار آزاد. ایده اصلیمون اینه که یه دنیای بهتری رو داریم با هم میسازیم که توش بهمون خوش میگذره.
زنده هم میمونیم، حداقل مثال های خیلی زیاد و ایده های خیلی زیادمون نشون میده که زنده میمونیم. ولی اصولا سوال اینی که آیا من با این نرم افزار آزاد میتونم پولدار بشم سوال اشتباهیه. مثل اینی که بپرسم آیا من با فروش کامپیوتر میتونم پولدار بشم، آیا من با کپی سی دی میتونم پولدار بشم، آیا من با طراحی یه صندلی جدید میتونم پولدار بشم. اصلا ربطی به هم ندارن، تو ممکنه بشی ممکنه نشی. مثل هر چیز، آیا با ایکس میتونم پولدار بشم، به جاش هر چی میخواین بذارین. بعضیا ممکنه باهاش بشن، بعضیا ممکنه نشن، بعضیا ممکنه خیلی تلاش کنن بالاخره موفق بشن، خیلی تلاش کنن شکست بخورن، یهو شانس بیارن تو اولین شانسی به یکی یه چیزی بفروشن. با کلاهبرداری هم که همه جا میشه موفق شد مطمئنن، حداقل در کوتاه مدت تو رنج مثلا 90 سال و اینا، ولی بعدا ممکنه آبروتون بره که خیلی هم مهم نیست. تو نرم افزار آزاد که دیگه اون قهرمانش، هر کسی میخواد پولدار یهویی بشه که اصلا بدون نرم افزار آزاد غیر ممکنه. یکی از این پروژه های استانداردو برمی‌دارین، مطمئنا نرم افزار آزاد در موردش هستش، قالبش میکنین دیگه میره. آره، و خب انواع دیگه هایی هم داریم. یعنی نرم افزار آزاد یه بحثش هم اینه، 3 دقیقه وقت داریم، به شما کمک میکنه که از 2 یه خورده دیرتر شروع کردم. چقدر وقت داریم؟ نه؟ حله. نرم افزار آزاد یه نکته خیلی مهمه دیگه هم هست. من میگم ما مشکلمون اینه که سوال اشتباه رو میپرسیم. آیا با ایکس میتونم پولدار بشم؟ سوال خیلی عمومیه. آیا با نرم افزار آزاد میتونم پولدار بشم؟ همون پترنه. یه سوال اشتباه هم همونه که میگم ما کجا ایستادیم؟ آیا من الان دارم یه برنامه‌ای نوشتم که همین جوری داره فروش میره، جادی اومده گفته نه اینو فری کن. حالا اصلا فریش کنین آیا فروشش کم میشه؟ احتمالاً نه. یعنی این بحثام همش هستش. اونی که میگم ما شاید یه جای اشتباهی وایسادیم، داریم سوال اشتباهی رو میپرسیم، یه تیکش هم به این برمیگرده. در واقع نرم افزار تجاری بسیار بسیار گرونه. ما یه شرکت نیمه ورشکسته داریم که شرکت خوبی الان داره بیزنسش رو عوض میکنه، ولی مشکلش چیه؟ با 30 نفر آدم وقتی کار میکنه ماهی مینیمم 100 میلیون فقط داره حقوق میده. خب من یه برنامه تجاری فرض کنید دارم مینویسم، من باید بتونم چند وقت این حقوق رو بدم تا یه برنامه در بیاد که آیا یکی بخره یا یکی نخره. اینجوری نیست که میگم کجا ایستادیم مهمه. من در این لحظه که اینجا وایسادم یه برنامه حسابداری خرد ندارم که به شما بگم که بیاین این برنامه حسابداری خرد من رو بخرین یا من فریش بدم. من در واقع هیچی ندارم، میخوام شروع کنم یه برنامه درست کنم. خب آیا میتونم 2 سال تو خونم بشینم برنامه‌ام رو تکمیل کنم یه نفری؟ آیا میتونم 5 نفر استخدام کنم 3 ماه تکمیلش کنم؟ هیچ کدومو نمیتونم. خب شروع هم فری سافتویر نوشتنه، یه شانس هم مثلا برای فری سافتویر اینه که خب من الان تو این جایی که ایستادم میتونم با فری سافتویر شروع کنم، اون یکی ها اصلا برام آپشن نیستن. اتفاقا فری سافتویر به من امکان میده که کمک دیگه ای جلب کنم، به من این امکان رو میده که کراود فاند کنم. تو ایران هم خیلی باب شده، خوبم داره، خیلی داره خوب جواب میده. من میگم من میخوام برنامه فلان بنویسم، من میخوام ایده بعدی هم نیستش الپی که دور رو درست کنم، انقدر پول لازم دارم که خب بتونم این وقت و انرژی رو براش بذارم. اگه همتون پول میدین نفری 100 تومن من شروع کنم، کافیه مثلا 2000 نفر بیان پول بدن، حالا خورده کم و زیاد، ولی در نهایت من میگم من با این قدرت شروع دارم. اجازه اتفاقا فری سافتور به من میده که برنامه‌ام رو شروع کنم. یه چیز مفیدی وقتی میخوام شروع کنم فری سافتوره که به من اجازه میده بازی کنم باش. اون استراتژی های شروع خیلی هم خوبن، یعنی باید بتونیم هی تکمیلش کنیم. جامعه مقابلم خیلی بزرگتره، امکان دونیشن توش دارم و یه کالمه در واقع مکانیزم های دیگه. حرفمون هم همش همینه که میتونیم دنیای بهتری درست کنیم باش. در مورد آینده عافیت باشه، میتونیم ایده های مختلفی بمونیم. ما الان میدونیم که میتونیم زنده بمونیم، حداقلشه. در واقع یه ایده اینه که تو دنیای آینده بجز آزاد بودن چاره ای نیست که زنده بمونیم. همون عقب و نگاه کردن. وقتی مایکروسافت میگه ویندوز من مجانیه خیلی حرف بزرگیه. یا وقتی میاد دات نت رو فری میکنه، یا گوگل میاد تنسور فلو رو فری میکنه، اچ بیس و لینکدین، فیسبوک، حجم عظیمی از شرکت های بزرگ دارن اتفاقا تکنولوژی های بسیار پایه‌ای شون رو فری میکنن. این به من یه چیزی رو میرسونه که نشینم اینجا نظر بدم که نه این کار نمیکنه. حداقل نگاه میکنم که آقای سر جای بزرگ دارن این کارو میکنن. حالا من در واقع فکر میکنم کار نمیکنه، شاید من یه چیزی رو نمیفهمم. اینم خیلی فاکتور مهمیه برای ما، خیلی زیاد پیش میاد. من مطلبی نوشته بودم توی وبلاگ در مورد 4 تا دانشگاه یه تحقیق اقتصادی بزرگ کرده بودن درباره اینکه مثلا بازار آزاد آیا باعث بهبود شرایط مردم میشه یا نه، و در اومده بود که خب اتفاقا کالاهایی مثل غذا و اینا بدتر میشه وضعش، کالاهایی که مردم همه نیاز دارن.
بعد یکی کامنت گذاشت که به نظرم اینا به فلان نکته توجه نکردن. بعد ایده اینه که شما 4 تا دانشگاه بزرگ جهان اقتصاددانش 3 سال تحقیق کردن یه چیزی نوشتن، تو کامنت وبلاگ من میگی شاید به این توجه نکردن. حالا این نکته اینم از هر وقت میگیم اینا اینو نمیفهمن، بعد نگاه کنید که خب اوکی، اگر واقعا گوگل یک موتور عظیمی مثل تنسورفلو رو که قراره بخش عظیمی از هوش مصنوعی گوگل سوارش بشه رو فری سافتور اعلام میکنه، خب شاید واقعا یه خبریه، شاید من نمیفهمم واقعا، یا حالا خیلی چیزای دیگه. و ایدهشون هم واقعا همونه که هی باید رو هم سوارشن، آدما باید بیان توش، باید بتونن باهاش کار کنن. تالنت همونی که میگفتن یه جا نمیتونه متمرکز بشه، من میخوام آدما رو از بیرون هی کشف کنم و بیارم توی شرکتم. و البته خب هر وقت از آینده حرف میزنیم باید اینم حرف بزنیم که متاسفانه پول آینده داره ظاهرا از یه جاهای دیگه ای اصلا میاد، یعنی پول آینده داره از شنود میاد، از یه نظر گرفتن آدما میاد، دونستن حرکاتشون میاد. یه چند تا شرکت اینجا بهتون نشون میدم: اکسیون، رپلیف، سپوکو، پرایوت آی و راداریس. حاضرم قول بدم بیشتر از 2 نفر چون دست بلند نکردین تا اینجا در موردشون نشنیدن. پولدارترین شرکت های جهانن در حال حاضر، در واقع شرکت هایی که اون پشت نشستن، سرسداشون هم در نمیاد، پول واقعی رو تولید میکنن، بهشون میگن دیتا بروکر. شرکت هایی هن که دیتای شما رو جمع میکنن، مثلا اگه اشتباه نکنم رپلیف، میتونیم بهش ایمیل جادی جادی رو بدین، جادی جادی از جیمیل که ایمیل منه، بهتون میگه که یه مرد 38 ساله است، علاقه مندیاش اینه، ورزش هایی که میکنه اینه، کامپیوتر مدل مثلا لپتاپ میخره، لپتاپش رو 5 سال عوض نکرده، حتی ممکنه بگه که اخیراً یه صداهایی هم میده فن لپتاپش، چون چند بار تو اینترنت سرچ کرده که من مثلا فن لپتاپو چجوری میتونم تعمیر کنم. و بعدن یارو میتونه من بگه که یه دیل ویژه تعمیر لپتاپ لنوو واسه من بفرسته، یا بگه XT260 که اومده رو میخوای پیش خرید کنی، خیلی خوبه. در واقع شرکت هایی که دارن دیتا جمع میکنن، اینجا هم داره با فری سافتور یه خورده به هم میخورید، برنامه ها دارن رایگان میشن و آزاد میشن که اینا رو جمع کنن. در واقع اینم باید من و شما حواسمون باشه، مثبت یا منفی، نمیدونم من باید در موردش چقدر بگم، ولی میخواستم که در موردش دید داشته باشین. ولی برای من و شما به نظرم آرامشش مهمتره، درک اینی که ما نیومدیم تو نرم افزار آزاد که پول پارو کنیم. اگه بخوایم پول پارو کنیم میتونیم تو هر جایی باشین. آیا ایکس به پول میرسه؟ جوابش اینه که همه ایکس ها به پول نمیرسن. نمیتونین یه چیزی داشته باشین که همه توش پولدار باشن، بجز اینکه یه خانواده خیلی پولدار داشته باشین که تازه اونم یه مشکلاتی گاهی توش پیش میاد، ضرر میشه. ولی در کل ما نیومدیم نرم افزار آزاد توضیح بدیم که اینجا پول بیشتره، اومدیم بگیم که این به پول ربط داره، میتونین پول در بیارین میتونین نیارین، ولی مطمئنیم که توش زنده میمونین، آدمای مشهور و بزرگی میتونین بشین، خیلی راحت میتونین رشد کنین، میتونین سوار بر چیزهایی بشین که بقیه ساختن. شرکت‌های خیلی زیادی تو ایران هستن که سیستم‌های کال سنتر میفروشن، چون که یه کال سنتر فری خیلی خوب هست به اسم مثلا استریسک که روی اون یه گویی می‌نویسن می‌فروشن. شرکت‌های زیادی هستن که سرویس‌های از سرویس فری سافت‌ور میدن. من خودم یه مکانیزمی دارم که چند تا برنامه فری سافت‌ور رو سر هم کردیم، بعدا میگیم خب می‌خواید استفاده کنین، به جای اینکه برین خودتون نصب کنین، پیاده سازی کنین، چیکار کنین، خب بیاین یه اکانت بخرین استفاده کنین دیگه. چه کاریه که بیاین خودتون حالا همشو بچینین استفاده کنین؟ از سرویس داره در واقع پول در میاره کم کم برای ما، و زندگی شادتون مستقل از اینه که چقدر پول در میارین. از یه حد مینیمومی باید بیشتر در بیارین، ولی تا آخر عمرتون پول دنبال پول بدوین، افراد خیلی کمی توتون موفق میشین چون پولا کمن، اگر هم زیادشون کنن تورم میشه، همش بازم ضرر میشه. توی جامعتون فعال باشین. تو فری سافتور متاسفانه ما خیلی عادت کردیم که فقط استفاده کننده باشیم. همین اصطلاح مشهوری که میگیم که توی توییتر فارسی که گفتم اسکی استفاده نمیکنن هیچکی، لایک نمیزنیم، استار نمیدیم، قلب نمیدیم این روزا، ریتوییت نمیکنیم. توی اینستاگرام خیلی بامزه است، دقیقاً صفحه‌ای که خیلی مشهورن و معمولا عادت داریم هیچ وقت لایک نمیکنیم. لایکمون بیشتر به معنی یه رودرواسیه که باشه دیدم ایول، به معنی اینکه واقعا مثلا انرژی بگیر رو این کار کن نیستش. توی گیت هاب اگر از پروژه حتی یک بار استفاده میکنیم، فرهنگ درستش اینه که اون دکمه استار رو بزنیم، بگم من این پروژه رو دوست دارم. یعنی این کارا کارهاییه که باعث میشه فری سافت‌ور ما پیش بره، یه کامیونیتی بشیم، دوره هم بتونیم کره زمین رو ورداریم از تو زمین یا هم چیزی. آره، در واقع آدم ها کارهای بسیار خوبی کردن. مشکل بزرگ ما اینه که درک باید بکنیم که جامعه با مشارکت همه ما پیش میره. خیلی اشتباه بزرگ ما اینه که هی منتظر قهرمانیم،
یعنی یه سری آدما کارهای قهرمانی میکنن، خیلی هم خوبه، از وقت و انرژی و زندگیشون میزنن یه سری کار میکنن، همه هم میگن به به چه خوب شد. در حالی که هر چقدر مشارکت بیشتر بشه، همین ماجرای فونت فارسی، صابر راستی کردار این همه فونت فارسی خوب منتشر کرد، حالا خوبه بعدش من تخصصم نیست ببینم، ولی مثلا همون پروژه ها رو استار کردن پروژه خوبیه. یعنی گیت هابش رو سرچ کنین، یه استار بزنین توی مجموعه فونت های آزادی که منتشر کرده. اینا رفتارهایی که باعث میشه هی اون جامعه درست‌تر بشه. ما همیشه میگیم خوبیه این کامیونیتی اینه که میایم بچهای خیلی خوبی توش میبینیم، خوبیش به این نیست که میایم بهترین نرم افزار دنیا که هیچ وقت مشکل نداره رو استفاده میکنیم، حالا اونم هست، ولی واقعیتش اینه که جذابیتش دیدن کامیونیتی های خوب، نیروهای جذاب و ایناست. بیس این سخنرانی این بود، ببخشید اگه ناامید شدین نسبت به اینی که نگفتم دقیقاً پول کجاست، البته گفتم دقیقاً کجاست، زیر پای خرسه و تقریبا نمیشه ورش داشت به این راحتی ها، ولی بیسش اینه که خطری نداره، خیلی راحت تر از بقیه چیزا به پول میرسه، چون شما دو سال با یه سیستم آزاد کار کنین خدای اون میشین تو ایران، متاسفانه انقدر که همه کم کار میکنن. 6 ماه با یه چیزی کار کنین، در واقع یکی بتونه تنسور فلو رو ران کنه و یه چیزای کلی ازش بلد باشه، میزنه من تنسور فلو بلدم. ال پی کی 1 رو بگذرونین، از 50% کسایی که لینوکس کار میکنن بیشتر لینوکس بلدین. واقعیتش اینه، ما خیلی آدمای متخصصی نیستیم، منچه خیلی راحت میشه تو این دنیا رشد کرد، خطری نداره، آدم تو زنده میمونه، درآمد کافی داره اگر بخواد خیلی رشد کنه، که اینجا تنها جاشه تقریبا. یعنی من نمیتونم خدای برنامه‌سی کلوز سورس بشم بعد احساس کنم یکی باید منو ببینه جذب کنه، در حالی که میتونم از امروز چت کنم، روی همین پروژه آقای تام رو دانلود کنم، سورسش رو نگاه کنم، توش اشکال پیدا کنم، بعد شروع کنم کامیت کردن، باگاشو برطرف کنم و مطمئن باشم که یه سال دیگه یارو به من ایمیل میزنه که نمیخوای بیای با ما کار کنی. هیچ شکی نیست، برای اینکه همه خوب نیروی کاری خوب میخوان. در واقع من اینجا میتونم خیلی راحت خودم رو نشون بدم. اینا رو من دارم میگم که در واقع پول هست تو نرم افزار آزاد. میلیاردر میشم یا نه دیگه اینه که اگه از این از مرغداری میتونیم بشین، از اینم میتونیم بشین. از اون نمیتونیم بشین، از اینم نمیتونیم بشین. اینجوری نیست که پول یه جایی ریخته باشه، متاسفانه. آره. دستتون درد نکنه، اگر سوالی هست خیلی خوشحال میشم که حرف بزنم. هرسی، دستون درد نکنه. خیلی لطف داریم. بخواهم بگم. بخواهم بگم.